وایره گمراه کرده بود، وایره برای منکرات دعوت میکرد، بعد دوستی شیطانت بین برده و دوباره شیطان را نگذارد که موفق بارد شد. باز انسان همیشه کوشش کند زمانی که رمضان داخل می شود، زمانی که رمضان می آید، انسان ها باید معامله بکنند با تمام اعضای بدن خود و رجشم بگوید ای چشم، تو روزه هستی، از نامحرم خود را نگه بدار، از چیزهای منکرات مبتذل خود را نگه بدار. با گوش معامله کند که بگوید ای گوش، امروز رمضان است، ای شیوه هست، رمضان با تو شیوه را یاد می ده. میگه ای رمضان هست و تو باید روزه باشی، ای گوش تو روزه هستی و تو از منکرات و گپهایی که نامحرم از خود را نگه بداری. بر پای میگه، پای باید بر پای بگویی که ای پای من، امروز روزه هست، امروز رمضان هست، پس تو باید به طرف منکرات حرکت نکنی، تو باید به طرف راه خدا حرکت کنی. و به دهن بگویم، تو بالعموم بر تمام اعضای بدن بگویم و به زبان بگویم که هی زبان، از گپهای لاولحب خود را نگه بدار. امروز من روزه هستم، پس تو دهنم روزه هستی، پس باید گپهایی که باعث بدبختی به طرف گمراه می کشارد باید تو پرهیز، چرا که پیغمبر علیه السلام می فرماید که در روز قیامت بیشترین کسانی در دوزخ هستند که روز خود را با گپهای مبتذل بیهوده ضایع می کنند. پس ما باید کوشش کنیم که ماه مبارک رمضان یک چانس بسیار بزرگ برای ما مسلمان ها است. اگر ما مسلمان ها ببینیم خداوند متعال برای ما تو یک ماه سمینار می ده، یک ماه سمینار می ده که اینمی رمضان است، یعنی شما دائما در اسلام باشید، دائما در ایمان داخل باشید، یک ماه رمضان تنها مسلمان نباشید، دائما مسلمان باشید. پس شما کوشش کنید این سمینار یک ماهی که خداوند برای ما تو نشان داده و برای ما تو سمینار گرفته به این معناست که کوشش کنی که نگذاری شیطان دوباره بالای تو بیاد. یک ماه رمضان بهترین یک ماه است، شب شب عبادت است، خداوند هر نوع انسان در این ماه میبخشد، اما او دو نوع و سه نوع انسان است که خداوند در این ماه مبارک رمضان او انسان را نمیبخشد. و جنت هم زمانی که دروازه هایش باز است و دوزخ زمانی که دروازه هایش بسته میشن، خداوند امر میکنه به ملائکه ها که شیاطین را بسته بکنن. زمانی که شیاطین را بسته میکنن، زمانی که شیاطین را بسته کرد دیگه انسان نمیدانه که انسان به طرف گمراه بره، به طرف بینمازی ببره. باز خداوند میگه که این شیطان ها را محکم بگیرین و در زنجیرها بستش کنین. این نفس است که انسان نمیگذاره که انسان به طرف راه خود حرکت بکنه. آنقدر این نفس ظالم شده، آنقدر این نفس همیار شیطان شده که زبر سیرها سوال میکنن خی اگر شیطان زمانی در رمضان بسد، چرا برای من وسوسه میاد که من باید روزه بخورم، چرا وسوسه میاد که من باید بینمازی کنم. اما باید بهش گفته شود تو آنقدر در 11 ماه تو بینمازی کردی که اموشه و قلاقه ای که نفست میخواد